درود و وقتتان بخیر دوستان عزیز، اسمت اخگر هستم. خوش آمدید به سیشن نهم کورس آموزشی ادوب Illustrator CC 2020. دوستا طوری که خودتون تعقیب میکنین در چند سیشن ما در مورد سیستم های رنگ و خلاصه کار با رنگ در Illustrator صحبت کردیم و میخونیم، به خاطر از اینکه در فتوشاپ ما این موضوعات را کور نکرده بودیم، فرضاً بعضی چیزهای دیگر را اونجا خواندیم. در Illustrator میخواییم که کمک عمیق‌تر در مورد رنگ ها گپ بزنیم که راحت‌تر بتونین که اونا را استفاده کنین. دوستای عزیز طوری که میبینین من چندین ویدیو را به خاطر رنگ ها اختصاص دادیم بر رنگ ها و سر رنگ کار میکنیم، به خاطر از اینکه من میفهمم اکثریت شما در رنگ مشکل دارین. ما کارهایی که شما کردین دیدیم، کارهایتان البته خوب است، من شما را تشویق میکنم، ولی شما ضرورت به این دارین که در مورد رنگ بیشتر بدانین و من آخرین کوشش خودم میکنم، آخرین تلاش خودم میکنم که شما را به شکل حرفه‌ای با رنگ آشنا بسازم و رنگ که شما انتخاب میکنین خلاصه براتون یاد بدم که چطور پروفشنال رنگ انتخاب کنین. این رقم نمیشه که فقط هر رنگ را که خوشت آمد نظر به ذوق و سلیقه دو رنگ سه رنگ بگیری و یک چیز جور کنین. و این ویدیوهایی را که براتون در مورد رنگ جور میکنم، ویدیوها کوتاه هستن و سر یک موضوع گپ میزنن، خاص به خاطر از اینکه من نمیخوام 7 یا 8 کانسپت یا 7 یا 8 موضوع متفاوت کلش در یک ویدیو بونم بر شما داد، فرضاً در 20 دقیقه در 40 دقیقه براتون تشریح کنم، بگویم که اینه کانسپت ها تشریح شد رفت. نه خیر، ویدیوها را خرد خرد جور کردیم در این قسمت، به خاطر که در هر ویدیو موضوع بسیار مهم درز داده میشه. شما ویدیو را باید ببینین، در کتابچه‌تون یادداشت کنین درسایش موضوعاتش و پیش خود کار کنین، کانسپت هاش یاد بگیرین. خب میریم و درس امروز خود را پیش میبریم دوستای عزیز. خب ببینید دوستای عزیز، یک موضوع که در Illustrator ما داریم کالر گروپ است. وقت ما یک پروژه جور میکنیم، یک برند جور میکنیم، یک لوگو جور میکنیم یا یک کاراکتر جور میکنیم، ما نمیتونیم هر رنگی که پیش اومده رو انتخاب کنیم. ما باید بعضی ست های رنگ داشته باشیم و این ست های رنگ خود در گروپ ها باید سیو کنیم. و تو زمان میشه که فرضاً ما یک عکس میگیریم، فرضاً یک عکس میگیریم و میخواییم که رنگ های از رو بگیریم، یا میخواییم یک کالر گروپ از یک تصویر جور کنیم. فرضاً شما میبینید در روی سکرین من یک تصویر دارم، این فقط یک عکس است که من، یک الستریشن است که من ایر از یوتیوب وارد کردیم، میبخش از گوگل گرفتیم و ایر وارد کردیم و ما میخواییم که رنگ هایی که دهی استفاده شده را بکشم، ببینیم که چه رقم رنگ ها داره و از رنگ های از این یک گروپ جور کنم، یک گروپ کاملا جداگانه از رنگ هایی که دهی استفاده شده جور کنم. خب بخاطر که رنگ های از این گرفته بتانیم و او رو داخل سواچ خود ببریم، ما میتونیم که فرضاً بیایم دانه دانه هر رنگ امرای فرضاً می چیزی که قدر چکان بگیریم، بزرگ بریم سیف کنیم دونه دونه. خب این بسیار وقت میگیره، بعضی وقتا امکان داره که یک تصویر بسیار رنگ زیاد داشته باشه، اون رقم شاید وقت ما رو زیاد بگیره. خب چی میکنیم؟ میبینید یک طریق آسان‌تر شه براتون نشون میدم. در مین منیو میریم، میبینید دوستان مین منیو یا منیوی اصلی ما، شما در اینجا یک تب داریم به نام آبجکت. در آبجکت کامل میبینید چقدر آپشن ها زیاد است. یک آپشن ما از کرییت آبجکت موزاییک، ببینید کرییت آبجکت موزاییک فعلا خاموش است. چرا خاموش است؟ به خاطر که تصویر ما امبید نیست، تصویر ما باید امبید شود. ببینید در قسمت بالا وقتی خود تصویر انتخاب باشه، این یک تصویر جی پی جی عادی است، پیکسل بیس است، ما اینو وارد کردیم. وقتی انتخاب باشه در بالا ببینید ما یک چیز داریم به نام امبید، وقتی کلیک کنیم یک صفحه بر ما باز میشه، اوکی میگیم امبید شد. ببینید دیگه او به این شکل یک چیز در روی ازی بود، دوزان خط به این شکل بود، او دیگه از بین رفت، این شد فعلا امبید. حال دوباره میریم در قسمت آبجکت سیل میکنیم، بله ببینید فعلا کرییت آبجکت موزاییک ما فعال شده. مثلا اگه کلیک میکنم یک اسکرین دیگه بر ما باز میشه، در این اسکرین ببینید ما فعلا سایز از ایره داریم، کرنت سایزش چه رقم است، سایزی که بخوایم اگه ایره چنج کنیم فرضاً از این سایز به یک سایز دیگه بریم، کارا رو هم کدام میتونیم. و بغیر از اون در قسمت پایین چه سعی کنین ما داریم که تایل اسپیسینگ فعلا خود کلش 0-0 است و نمبر اف تایل میتونیم دیگه فرضاً ما بانم 10/10 تایل مانده. ببینید شما سعی کنید که چی اتفاق میفته، فعلا خود شما ندیدین دیگه چیز چه غلط نمیدین، فقط میگم اوکی. بله ببینید تمام رنگ هایی که در روی اسکرین ما بود کلش بر ما به شکل
کشید و فعلا کلش گروپ شده. امی مربعهایی که میبینین امرای خود تصویری که در پشت سر از کلش گروپ شده. خب کنترل شفت جی رو میگیریم میزنیم ان گروپ میشه. اول انتخاب میکنیم کنترل شفت جی. خب ببینین دوستای عزیز ای بر ما به پکسل ها تبدیل شد، ایره ان گروپ هم کردیم. حالا به خاطر ان گروپ کردن چی میکنین؟ کنترل شفت جی. کنترل شفت جی رو بزنین ان گروپ میشه. فعلا ان گروپ شده. مثلا ببینین از قسمت ازیا من چند عکس انتخاب میکنم. یک این رنگ خوشم اومد انتخاب کردم، مثلا دیگه این رنگ خوشم اومد انتخاب کردم، دیگه این رنگ خوشم اومد و این رنگ خوشم اومد. بعضی رنگا تکراری است به خاطر که اون رنگا زیاد استفاده شده بوده و به این معنی نیست که فرضاً از هر رنگ یک دونه باید بیه. فقط این رنگ رو من انتخاب کردم. کل ازیا ببین گرفتم. حالا تمام ازیا رو سلکت میکنم، میرم در سواچز، سواچ پنل. و سواچ پنل مو کجاست؟ اینه سواچ پنل. ما فعلا هیچ چیز نداره چون ما خودت رو دلیت کردیم. چی میکنم؟ دیگه مستقیم میرم و گروپ میزنم. وقتی که گروپ کلیک کردیم دیگه قسمت ببینید، ما دیگه میتونیم برای نام بانیم. مثلا من میگم که ایمیج کالرز و باز دو آپشن داریم، create from selected swatches. ما کنم swatch select نکردیم، selected artwork. ما artwork select کردیم. یا که هستن اینم یا فقط باکس هستن تبدیل، یعنی خود تصویر ما برای ما تبدیل به باکسک های خرد خرد شده، یا کلشان artwork هستن، یعنی swatch نیست. swatch نیست که داخل از این پنل باشه فعلا، یا swatch نیستن. خب ما چی میگم؟ باز اگر ببینید چی داریم دیجا. convert process to global، یعنی میتونیم اینو گلوبال بسازیم، میتونیم که گلوبال نسازیمش. مثلا ما دیگه نمیخوایم گلوبال بسازیم، ما متعادی میخوایم باشه. اوکی میکنیم، بله دیگه اضافه شد. و میتونیم از این قسمت رو خواستیم یا اکسس کنیم، دسترسی پیدا کنیم، میتونیم اینو میره فرضاً در لایبرری مو سیو کنیم، دیگه سیوش کنیم که در لایبرری باید در اکانت Creative Cloud تان لاغین باشین که براتون سیف شوه. خب دوستای عزیز یک آپشن دیگهش مانده، من او آپشنش هم میخواییم براتون دست بتم. ببینین من ایچیزایی که جور کردیم کلش من پاک میکنم. خب نه فقط همین تصویر رو میخواییم باشه، تصویر رو میخواییم باشه، دیگه کلش پاک میکنیم. من اینجش هم پاک میکنم. خب ببینید دوستای عزیز یک چیز اضافه همونجا داریم، بله. خب ببینید دوستای عزیز پیشتر امی مربعه های ما که جور شده بود یا امو چی میبخشیم مستطیله ما جور شده بود خورده کلان بوده، یعنی مربع فکس نبوده. بعضی وقتا ما میخواییم که برازی فرزن یک مربع فکس باشه که ده کت میکنیم، به او جورش میکنیم. ببینید من دفعه باز این انتخاب کردیم، امبید هست، پیشتر امبید ساختیمش، در آپشن میریم و object mosaic انتخاب میکنیم. ببینین من بالایش ده ماندم، ارتفاعش ده نیمونم. مثلا چی میگم؟ میگم use ratio. به چی مانا؟ به این مانا که تناسب خودت در نظر بگی و یک قسمت دیگر رو برای ما خودت بگوید. فعلا من کلک کنم ببینین 8. به خاطر چی؟ به خاطر که ارتفاعش کمتر است از درازیش کردن، ارتفاعش کمتر است. پس وقتی میل ده ماندم و گفتم use ratio، یعنی از طریق تناسب خودت این انتخاب کن، خود الستراتور به شکل اوتومات من گفت که 8 انتخاب کن. این دفعه میگم اوکی. این دفعه دقت کنین تمام ازیا مربعه های بسیار منظم هستن و به این شکل 10 دان هستن، به این شکل 8 هستن. باز هم همون رنگ ها را بر ما دادن. این فردا ما باز هم این انتخاب میکنیم کنترل شفت جی. ببینید این قسمت کلش ان گروپ شد و میتونیم که فرضاً هر کدومش خواسته باشیم بیرون بریم و سرش کار کنیم و تصویر اصلی در پشت سر، تصویر اصلی ما ماندگی از تصویر خود ما کدام بود، چیز سرش نامده، خراب نشده. خود این بود طریقه گرفتن رنگ ها از یک تصویر که چرا قم تانستیم امروی چند کلک کل رنگایش بگیریم و باز رنگایش در گروپ سیف کنیم و باز از او استفاده کنیم. این بسیار خوب است، به دلتان میخوره تصاویری که فرضاً میبینین آدم های پروفیشنال جور کردن یا الستریشن هایی است که پروفیشنال
دیزاینرای بسیار پروفشنال رو جور میکنن، شما میتونین کالرای از وره بگیرین، تجزیه کنین، از رنگای از وره استفاده کنین و در درس آینده برتون یاد میدم که چطور شما میتونین که کالرهای را انتخاب کنین که یا رنگهای را انتخاب کنین که با هم دیگه همخوانی داشته باشن. پس لطفاً ویدیوی بعدی را حتما تعقیب کنین، چون بسیار جات مهم است. بسیاری از ما این سوال کردن که چرا قما میتونیم فرضاً در فتوشاپ فرض کنیم ما این نارنجی رو میگیریم، چطور بفهمیم که رنگ دومی رو که انتخاب میکنیم به امر ازی همخوانی داره یا همخوانی داشته باشه، یا فرضاً اگه یک رنگ داریم چطور میتونیم رنگای دیگر رو ازی به وجود به دست بیاریم که با هم دیگه همخوانی داشته باشن. در سشن بعدی به این مورد مکمل صحبت میکنیم، لطفاً تعقیب کنین. و دوستای عزیز اگه میخواین که مرا در سوشل میدیا فالو کنین، میشه که در فیسبوک برین اسمم حقیقت سرچ کنین، اکانت من واز میشه، البته پیج فیسبوک من واز میشه، شما میتونین که پیج مرا لایک کنین. من تمام درس ها و اکثریت کارهای خود در پیج فیسبوکم به اشتراک میگذارم. همین رقم میتونین برین در اینستاگرام اسمم حقیقت سرچ کنین، صفحه من واز میشه و فالو کنین. و همچنین برین در یوتیوب اسمم حقیقت سرچ کنین، چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین و امو زنگونه اگر کم فشار بتین که درسای خدا وقتی که براتون اپلود میکنم درسارا به سرعت به شما برسه و خلاصه چیز رو مس نکنین. اگر کدوم سوال، انتقاد یا پیشنهادی هم دارین میتونین از طریق کامنت که در زیر ویدیو از برما بگوین، من حتما جواب میتم. وقت خوش میخواین براتون دوستای عزیز و خدا حافظ شما.